با درود خدمت شما بزرگواران، پیرو سوال چند مخاطب عزیز در مورد اعتراضات کشاورزان و دامداران در اتحادیه اروپا میخواستم به چند نکته اشاره کنم. در ابتدا باید ذکر کنم که در اولین روزهای این اعتراضات واقعا یک حس غرورآفرینی برای من و خیلی از کسانی که مثل من فکر میکنم بود که به حال اندک جماعتی هستند که برای مقابله با نظم نوین و تغییرات اقلیمی تلاش میکنن، دروغ تغییرات اقلیمی. ولی خب بعدا با رصد اطلاعاتی که ما در شهرهای مختلف اروپا داریم و با کنار هم قرار دادن اطلاعاتی که به همون میرسه متوجه شدیم که یک بازی دیگری موازات اون اعتراضات در جریان هستش که بتوانند به نحوی به حال سندیکای کشاورزان و دامداران رو تطمیع کنن و با تغییر رویه کشاورزی و دامداری و مهندسی کشاورزی نوین که به حال تغییر ژنتیک در روی دام و محصول کشاورزی رو ایجاد کرده بتوانند به کشاورزان محدودیت هایی رو که دست قبل بهشون دادن اگر از این الگوریتم استفاده کنن اون محدودیت ها برداشته بشه. البته این مسئله رو باید ذکر کنم که این کشاورزان حتی در هند هم به خیابان ها آمدن، ولی خب ما چنین صداهایی رو در داخل ایران نمیشنویم چون اکثر کشاورزان به خرید و فروش دلار و به هر حال سکه رو آوردن یا دارن در بورس ترید میکنن و عملا حتی اگر صدایی از کشاورز و دامدار هم در داخل ایران بلند شه اکثریت اصلا به این قضیه فکر نمیکنن. درد مردم ایران مشروب، دیسکو، حجاب و وقتی مثلا سن بازنشستگی رو بالا بردن حتی یک اعتراضی در سطح اینستاگرام هم شکل نگرفت. برای همین میبینیم مردم ایران نباید به اکثریت مردم ایران نباید امیدوار بود برای تغییرات و برای اینکه به غیر از منافع شخصی و پول به چیز دیگری فکر کنن. سلامت ما رو گروگان گرفتن ولی همین الان هم هنوز کسانی هستن باور دارن به واکسن و همین فردا هم دوباره یک ویروس جدید بیاد مردم در صف به حال واکسیناسیون قرار میگیرن مثل رفتن به ترکیه و ارمنستان. این موضوعات هم که داریم میگیم برای اندک دوستانی هستش که دوست دارن اطلاع داشته باشن و بتوانن شاید امیدوار باشیم که این جمعیت رو بیشتر و بیشتر کنن. برای این موضوع وقتی که ما نظام سلطه جهانی همیشه پلن A و B و C داره و بالهای مختلف داره، بال چپ داره، بال راست داره، یک بال میاد واکسیناسیون رو ترویج میکنه، یک بال دیگه مثلا زمان ترامپ و تفکرات ترامپی میاد اون رو نقض میکنه. الان هم که شما دارین میبینید که خیلی ها میان در مورد عوارض واکسن صحبت میکنن و اطلاعات رو به بیرون درز میدن، به گونه ای شده که دارن تلاش میکنن با یک محوریت دیگه و با یک طرز تفکر دیگه به گونه دیگه اون هدف رو جلو ببرن. و وقتی دیدم مردم جهان دارن مقاومت میکنن برای زدن واکسن و این همه عوارض با این سانسور خبری به بیرون درز کرد، دارن تلاش میکنن که همزمان که به حال همین الان هم 50% مردم جهان معتقد هستن به واکسن، شاید هم بیشتر، ولی خب اون اندک جماعتی که هنوز واکسن نزدن رو و به هر صورت میان زیر پرچم یک کسی که در ظاهر مخالف واکسیناسیون، مخالف سخت جنین، مخالف به هر صورت همجنسگرایی، به گونه دیگه بازی ها رو ترتیب میدن. برای همین موضوع هستش که ما چه این 10 روز گذشته که اخبار رو به شدت دنبال کردیم متوجه شدیم که دارن با تغییر نوع کشاورزی و دادن محصولاتی که میتونه در آینده تغییرات ژنتیکی در بدن انسان ایجاد کنه، کشاورزان و دامداران و سندیکاشون رو تطمیع کردن که شما برین، ولی خب این نوع به حال الگوریتم رو، این نوع فرمول رو، این رو سموم رو و این نوع کشاورزی یا دامداری رو ادامه بدین که ما با شما کاری نداشته باشیم. و متاسفانه همین الان این محصول ها هم در داخل جهان داره تولید میشه و این محصولاتی که شما طی این یارانه فجرانه استفاده کردین اکثریتشون محصولاتی بودش که همه آزمایشگاهی بود یا محصولات کیفیت پایین بودش که به عنوان نمونه استفاده کردین، ولی خب متاسفانه جامعه به این فکر نمیکنه. جامعه به این فکر میکنه که فقط پول مفت باشه، فکر نمیکنه که چندین برابر از این پول رو باید هزینه درمان کنه. مثل همون کسانی که الان 3 دوز یا 4 دوز واکسن زدن هر به حال سرماگرمایی میشه، مریض میشن، سیستم دفاعیشون تضعیف شده و عملا فکر نمیکنن غذای ارزانی که دارن میشون میدن، این 220 تومن یا این 600 هزار تومانی که دادن
چه محتوایی درونش هست. به این سیستم ایمان دارن، به استانداردهای سیستم ایمان دارن و هر چی که سیستم بگوید برده اون هستن. FDA که آمد اعلام کردش که واکسن کرونا به حال آزاده میتونید بزنید، همین الان این همه اومده مقاله بیرون اومدن اعتراف کردن که ما نگفتیم ماسک بزنید، ما واکسن رو اجبار نکردیم، و این همه اعترافات اومده که عملا این یک جنایت علیه بشریت بود و برای تغییر ژنتیک این اتفاق رخ داد. حالا چرا تغییر ژنتیک؟ حالا این یک مهندسی ژنتیک داره که حالا تلاش میکنیم. خیلی از دوستان آخر خیلی ها هم میترسن ببخشید در این مورد صحبت کنم، ما باید در خفا صحبت کنیم. ژنتیک وقتی بخوان یک مثلا یک سمی رو در یک کشور مثلا وارد بدن هر بشری کنن که تأثیر بذاره، باید بر اساس یک پایه ژنتیکی، یک پایه گروه خونی، بر اساس یک پایه اون سم یا اون ویروس ساخته میشه که فقط و فقط مثلا روی فلان گروه خونی یا فلان ژنتیک تأثیر میذاره. و بعد از اینکه چون سیستم دفاعی بدن به شدت سیستم دفاعی قوی هستش و به راحتی میتونه با انواع اقسام ویروس و باکتری مبارزه کنه. شما ببین سیستم دفاعی بدن جوری تعبیه شده که استخون رو به هم جوش میده. پس به این فکر نکنید که یک ویروس رو نتونه درمان کنه. حالا این ویروس هایی هم که بیرون اومده اکثرا ویروس های آزمایشگاهی هستن و بر اساس ژنتیک بشر ساخته شدن، و این آزمایش های PCRی که از بشر گرفتن و این واکسیناسیونی که زدن باعث شده که بانک ژنتیک ایران عملا تکمیل بشه و اکثرا هم اونایی که واکسیناسیون زدن با تغییر ژنتیکشون اون به حال ژنی که میتواند فرکانس های مختلف رو توسط دکل های 5G دریافت کنه، یا به واسطه سموم یا به خاطر ویروسی که در هوا منتشر میشه به واسطه کمتریل، یا برصورت اون فرکانس هایی که در درون برصورت سیستم بدن تأثیر میذاره، چون برصورت بدن ما هم یک میدان الکترونیکی هم مغناطیسی هستش که به حال برایند انرژی ها و برایند فرکانس ها روش تأثیر میذاره، و با مهندسی امواج میتوانن بر فرض مثال این ویروس رو در بدن ما، این مریضی رو در بدن ما فعال کنن. وگرنه شما فکر کنید چنین اتفاقی نمیتونست بیفته که مثلا ویروس کرونا ظرف مدت یه هفته از چین به ایتالیا برسه، یا مثلا برمیگردیم به ویروسی که در سال 1910 ویروس آنفلانزای اسپانیایی اومد، اون زمان هم که آنچنان حمل و نقل نبود، دیدیم که همه دنیا رو بر صورت روش تاثیر گذاشت، ولی اون همزمان شد با ایجاد فرکانس های رادیویی و افتتاح رادیوها در سراسر جهان، و وقتی دیدیم که فرکانس ها و اون موج های الکترومغناطیسی در جهان تغییر کرد، اون عوارض رو به عنوان آنفلانزای اسپانیایی به انسان ها فروختن، و بعد از اونم در سال 2019 و با تست 5G دیدیم که کرونا رو به مردم جهان فروختن، و با واکسیناسیون و با تغییر ژنتیک به واسطه واکسن یا برسات تهیه اون بانک ژنتیک، حالا به واسطه آزمایش های PCR بود، اگه یادتون باشه هر جا میخواستیم برین، هر اداره میخواستیم برین، سوار هواپیمای اتوبوس میخواستیم بشین و تست آزمایش میدادین، برای همین میتونن ژنتیک اکثریت رو تغییر تحولش ایجاد کنن، و با این برصورت ورود این ژن در بدن اکثریت جهان بتونن هر زمانی که خواستن موج‌های مختلف مریضی رو ایجاد کنن و بتوانن این جامعه رو و این جهان رو به راحتی کنترل کنن. برای این موضوع بودش که خواستم در مورد اعتراضات کشاورزان هم صحبت کنم. ما باید دقت کنیم، متاسفانه انقدر خبرهای زد و نقیض هستش که باید یک مهندسی خبری بر صورت بلد باشین که بتونی خبر درست رو از غلط تشخیص بدیم و اسیر موج‌ها و فرایندها نشیم، چون همیشه یک موج به سمت به قول معروف یک هدف حرکت نمی‌کنه. بعضی موقع می‌دیدم که خیلی‌ها می‌گفتن ابرها رو نمیذارن وارد ایران بشه، و یک سری از بازی‌های پوپولیستی اجرا می‌دادن که هدف اصلی رو گمراه کنن. نه، بحث این است که نگذارند هوا در ابرهای ایران به حال بارور بشه. خیلی بر اساس شرایط زمان و بر اساس اون فرایندها، الان ببینید در داخل ایران همین روز چقدر برف اومد، در شهرستان‌های مختلف برف اومد، در تهران برف اومد، ولی خب همزمان ببینیم که مثلا ما رصد میکنیم در کشور ترکیه یا در آذربایجان یا در ارمنستان چنین چیزی رخ نداد. مهندسی آب و هوا نوع دیگری از این بازیه
نظم نوین هستش که منحصرا فقط و فقط به این هدف ساخته نشده، مثلا فقط ایران رو خوش کنن. خیر، الان هم میبینید بعد از یه مدتی دریاچه ارومیه به واسطه تغییر ژئوپلیتیک در اون دریاچه دوباره احیا خواهد شد، ولی نوع محصولات کشاورزی که در آینده از اون آب استفاده خواهد کرد و اون اکوسیستم منطقه‌ای تغییر خواهد کرد. حالا اینو در یک برنامه حتما توضیح خواهیم داد. برای همین موضوع خواستم باید بدونید که خبرها رو بالانس کنید. همه حرفایی که از رسانه‌ها بیرون میاد هدف مشخصی رو داره. ما باید چندین رسانه رو، چندین اهداف رو ببینیم و با نتایج میدانی بر صورت قیاس کنیم و ببینیم خبر درست چیه. این یک به حال یک خبری بود در مورد این اعتراضات کشاورزان و دامداران در اتحادیه اروپا که متاسفانه داره سمت و سوش عوض میشه و بعضی ها میبینم که مثلا الان حامی ترامپ هستن یا جریان راست افراطی مثلا امریکا که فکر میکنه الان ترامپ میاد اینا ها سخت جنین رو ممنوع که میکنه و به حال واکسیناسیون رو ممنوع میکنه. خیر، اینا همش بازی های چپ و راست هستن، در لایه های دیگه مختلف به حال اختلاف نظر هست، ولی عملا داریم میبینیم در کشوری مثل روسیه هوش مصنوعی واکسیناسیون به گونه ای داره پیشرفت میکنه که شاید در خود امریکا چنین چیزی رخ نده. بالهای چپ و راست این سیستم رو باید بشناسید و بعد از شناسایی این بازی ها، برایند این بازی ها، میتونید واقعیت خبری رو رخ به حال ازش استخراج کنید. برای همین موضوع همیشه تلاش کنید بعد از شنیدن یک خبر ذوق زده نشیم یا ناراحت نشیم. اگر خبری بیرون میاد باید تجزیه تحلیل کنیم، ببینیم مثلا آیا واقعا الان که دارن در اتحادیه اروپا علیه واکسیناسیون صحبت میکنن هدفشون چیه و اون جریان فکری مبلغ چه به حال نگرشی هست و نهایتا کدوم لابی داره اینها رو تغذیه میکنه. با کنار هم گذاشتن این موضوع ها میتوانیم تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به آینده و اخباری که قراره از این لابی های مختلف بیرون بیاد داشته باشیم.